بسم الله الرحمن الرحیم. فهم یعنی درک و یافتن راه و طریق و اون چه که به خیر دنیا و آخرت انسان و همراهان انسانه نعمت ویژه است. بخشی از فهم سرچشمش خود انسانه. همه بدیهیات رو که نیازی هم به دلیل و برهان و درس خوندن نداره مردم میفهمن. روشنایی، تاریکی، رنج، رفاه، شب، روز، رنگها، اینها امور بدیهیه که انسان از همون وقتی که وارد عرصه زندگی میشه میفهمه. بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله امور بدیهی رو میفهمه، درک میکنه. یه بخش این مسئله به خاطر این که خود ما قدرت نداریم درک بکنیم، فهموندنش واگذار شده به پاکترین، عاقلترین، درستکارترین و صادقترین انسان ها که انبیاء الهی هستند و ائمه طاهرین و اولیاء خدا. یه بخش فهم هم مستقیما از جانب خدا عطا میشه، ولی شرطش اینه که انسان با پاکسازی کل درون و برون خودش رو به قرب پروردگار، قرب معنوی نزدیک کنه. خداوند متعال به انسان یه سلسله از عالی ترین مسائل رو میفهمون. یکی از شهرهای برجسته شیعه که در خدمت به فرهنگ اهل بیت کم نمونه بود. من طلبه قم بودم که ایشون در کرمانشاه از دنیا رفت و طبق وصیت خودش جنازه‌شو بردن نجف کنار حرم امیرالمؤمنین دفن کردن. در حد مرجعیت بود، شخصیت تقوایی بود، انسان بسیار زاهدی بود که من هر سفری برای منبر میرم کرمانشاه، دامادشون، نوه‌هاشون میان هر شب پا منبر و من از اونا هر سال مطالب جدیدی
از اون مرحوم از زبان اینا که کنارش بودن میشنوم. این مجموعه برای من تعریف کردن، پدر ایشون از قوی ترین خانهای منطقه بود، خانی که خان بود، خان قلابی نبود، خان حقیقی بود، یعنی یه خان قدرتمند، خان تفنگدار، خان حکومت کننده بر مردم منطقه. ایشون در سن 13-14 سالگی تو اون دستگاه عظیم خانی و حکومت بابا و قدرت بابا و این که کنار پدر یه تعدادی تفنگ دار و حقوق بگیر زندگی میکردن، تو اون فضا خدا به این بچه 13-14 ساله فهموند که راه سعادت دنیا و آخرت تو تحصیل علوم دین. پدر بهش میگه میخوای بری طلبه بشی؟ میگه بله. میگه دنبال من بیا. میبرتش تو زیر زمین خانه خانمنشی، با تناب میپیچتش و مدتی تو اون زیر زمین کتک میخورده و زجر بهش میدادن، احتمالا دور از چشم پدر، گاهی مادرش رو محبت مادری آبی، غذایی، نونی براش میبرده، ولی تا دلتون بخواد کتک رو میخوره، زندانی رو میکشه، دست و پا بسته تو این زندان نمناک زیر زمین میگذرونه. بعد پدر به خیال این که از رأیش کاملا برگشته میاد دست و پاشو باز میکنه و یه دوتا لگد هم بهش میزنه و ایشون هم میاد بیرون از اون زندان و پای پیاده حرکت میکنه، میاد قصر شیرین و میاد خسروی و میاد خانقین و میاد کاظمین و میره نجف و مجتهد جامع و شرائط از نجف بر میگرده، در حالی که پدر دیگه دنیا رفته بود، اطراف استان اهل حق فراوون بودن، علی اللهی فراوون بودن، بیدین فراوون بوده، متجاوز فراوون بوده، بی نماز فراوون بوده، 40 سال بین این مردم پیاده میره، با اسب میره، با قاطر میره، تو دهاتا شب میمونه، با مردم تماس میگیره، بالای 10,000 بیدین و علی اللهی رو ایشون شیعه ناب الهی تربیت میکنه. این نتیجه اون فهمیه که پروردگار عطا میکنه. کی به عمر ابن یزید و راهت غلطه؟ تو لشکر عمر صد طلبه که نبوده، درس خونده یه حوزه که نبوده، منبری که نبوده، امام جماعت که نبوده، به قول قمر بنی هاشم یا نفس لا تخشی من الکفاری، 30,000 کافر اونجا بوده.
یعنی 30,000 مخالف خدا، مخالف انبیا، مخالف نبوت پیغمبر، مخالف ولایت امیرالمؤمنین، موافق معاویه، موافق یزید، موافق آدم کشی، موافق مؤمن کشی، موافق غارتگری، موافق جنایت. کی تو اون جمعیت به ایشون فهمون راهت باطله؟ یه پاکی در خودش بود، یه ادب باطنی در خودش بود که اون پاکی و ادب رو یه نخودش اون 30,000 نفر نداشتن. اون ادب باطنی رو هم دو بار نشون داد، دو بار. روز دوم محرم با ابی عبدالله که گفتگو کرد، طول کشید، امام قانع نمیشد به پیشنهادهای حور، حرم قانع نمیشد به پیشنهادهای ابی عبدالله. اختلاف در گفتار بود. صحبت تموم نشده، مؤذن اذان ظهر رو گفت، ابی عبدالله به حور آزادانه فرمودن شما که اهل نمازی با این 1,000 نفری که باهات هستن برو نماز ظهر تو بخون به جماعت، منم با این 72-73 نفر نمازمو میخونم، نماز ظهر که تموم شد دوباره بیا بحث و ادامه میدیم. اینجا اولین باری بود که اون ادب باطن نفسی رو به ابی عبدالله نشون داد. گفت حسین جان با بودن تو ادبه که من جلو بایستم دیگران به من اقتدا بکنن. من درست بانده یزیدم ولی در نماز که بانده یزید نیستم، در عبادت خدا که بانده یزید نیستم. شما بایست و جلو من به شما اقتدا میکنم. خود این ادب یک کلیده برای اینکه زمینه فهموندن رو از جانب خدا فراهم بکنه. بی علت که خدا نمیفهمونه. طفیل حسدی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. یه چیزی باید آدم نشون بده به پروردگار که رحمت پروردگار به نفع انسان به جوش بیاد. گیره یه گناه کبیره داره میفته، نشون بده خودشو به خدا، دندون گناهو بکشه، خدا دری از رحمت باز میکنه، مشکلی رو حل میکن. یه نگاهی از نامحرم بپوشونه تا در تماشای سبحات جلال و جمال به روی دل باز بشه. از یه ظاهری آدم باید چشم بپوشه که آدمو به عالم باطن راه بده. یه کاری باید کرد تا اونا هم یک کاری برای آدم بکنن. از کرونی از کر کن بنده من، تو بیا که منم بیام. تو نیامده به من میگی بیا، آمدن من به سوی تو گره به زلف آمدن تو به سوی من خورده. اوفه به عهدی، اوفه به عهد کن. شما به تعهد دینداریتون وفا بکنید، منم به تعهد پرداخت بهشت به شما وفا بکنم. فهم عطا شده حر رو کجا برد؟
و مرحوم آیت الله شیخ فرج الله رو کجا برد؟ کم نبود منافع اون فهم. مردم یمن که از شیعیان ناب و خالص بودن و هستن، از پیغمبر منبری خواستن که این منبری بره یمن دین رو به مردم یاد بده. پیغمبر امیرالمؤمنین رو که 25-6 سالش بود انتخاب کرد، فرمود برو یمن. تا بیرون مدینه بدرقش اومد. بیرون مدینه به امیرالمؤمنین فرمود لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربت. علی جان اگه یه نفر گمراه به دست تو هدایت بشه، ثوابش برای تو بیشتر است، بهتر است از اون چه که خورشید بهش میتابه. من یه خانزاده، خدا بهش بفهمونه، برو طلبشو، بعد بیاد بالای 10,000 نفر بیدین و منحرف و نجات بده. یه نفرش خیر لکم ما طلعت علیه شمس، چه برسه به بالای 10,000 نفر. این سه بخش فهم: فهم بدیهیات، فهمی که انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی وسیله رسیدن به این فهمن، فهم اعطایی پروردگار مهربان عالم. این فهم سوم خیلی فهم مهم. دو تا روایت هم در این زمینه برای نورانی تر شدن مجلس عنایت کنید. یه روایت از رسول خدا، یه روایت هم از امیر مؤمنان علیهم السلام. اما پیغمبر، ارزش فکر رو پیغمبر میگه، دنبال کردن فهم و امیرالمؤمنین میگه. گفتار پیغمبر ارزش فکر و نتیجه گفتار امیرالمؤمنین درش دستور به فهمیدنه، برو بفهم. اما کلام پیغمبر ان تفکر حیات و قلب البصیر، نشستن و فکر کردن و اندیشه کردن و تعقل کردن و سنجش عاقبت خود، سنجش اعمال خود، انسان رو به فهمیدن میرسونه و قلب رو زنده میکنه. ان تفکر حیات و قلب البصیر، اندیشه کردن دل مرده رو زنده میکنه، حر یزیدی رو حر حسینی میکنه، خانزاده رو مرجع تقلید میکنه، دل رو زنده میکنه. کما یمشی المستنیر فی الظلمات به نور، یحسن و تخلص و یقل و تربص. آدمی که با فهم و با اندیشه و با تفکر زنده میشه، پیغمبر میفرماد مثل چراغ به دستیه که تو تاریکی ها در پرتو نور این چراغ داره حرکت میکنه. یحسن و تخلص، خیلی زیبا خودشو از اون تاریکی ها بیرون میبره. و یقل و تربص،
چون چراغ داره و نور داره، درنگش، ایستادنش، معطل شدنش در برابر موانع بسیار اندک، چون هر مانعی رو تو نور میبینه میپیچه و مانع رو دور میزنه، سرگردون نمیشه، حیران نمیشه، در برابر مانع شکست نمیخوره، زانو نمیزنه. به قول پیغمبر حیا را سکارا لا مسلمون ولا نصارا نمیشه که در زندگیش سرگردان و حیران باشه، نه مسلمون واقعی باشه نه مسیحی واقعی. به قول قرآن مزبزبین بین هاولا لا اله هاولا ولا اله هاولا، سرگردون بین این طرف و اون طرف. آدمی که میفهمه راه اینه که خدا قرار داده، آدمی که میفهمه حلال اینیه که خدا قرار داده، حرام اینیه که خدا قرار داده، خودشو نجات میده. در برابر موانع وای نمیسته، مانع رو برطرف میکنه میره. یحسن و تخلص و یقل و تربص. و اما کلام امیر المؤمن، کلام خیلی سبکی صادر شده با سجع و قافیه. نبه به تفکر قلبک و جاف فی اللیل یا عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. قلبک، جنبک، ربک، سه تا راهنمایی خیلی مهم. امیرالمومنین میفرماید بلند شو، دلتو با کمک فکر و اندیشه و فهم هوشیار کن، بیدار کن، به حرکت مثبت بیارش. که عاشق چه اموری در این دنیا باشه و متنفر از چه اموری در این دنیا باشه، رها نکن دلو که بره عاشق یزید بشه دشمن ابی عبدالله، بره عاشق شکم بشه دشمن روزه، بره عاشق رفاه طلبی بشه 60 سال یه بار صبح بلند نشه دو رکعت نماز برای سازندش و رزاقش بخونه. بیدار کن دلتو، بینا کن دلتو، برو دنبال کن، چشم برای دلت ایجاد کن که حق رو ببینه، باطل رو ببینه، خوب رو ببینه، بد رو ببینه، راه رو ببینه، چاه رو ببینه. نبه، امر واجبه، به تفکر قلبک و جافن لیل جنبک. شب رو تا طلوع آفتاب با خواب نکش، نابود نکن، ضایع نکن. خداوند به شب نظر خاصی داره. یکی از علمای بزرگ، من با دو گوش خودم شنیدم، خیلی هم اهل گریه بود این عالم بزرگ. من طلبه نبودم، عاشق منبر و گریه‌هاش بودم. ایشون رو منبر واقعا بال و پر می‌زد. حالا اونایی که دیده بود که نمی‌گفت چی دیده بود، از شب واقعا بال و پر می‌زد، دست و پا می‌زد، می‌گفت برادران
ولو شده 5 دقیقه به اذان صبح، پاشین تو رخت خوابتون بیشینین، میخواین هیچ کاری هم نکنید نکنید، اون لحظه رو بیدار باشید که فیوزات خدا میاد تو جیب شما، بیریز خواب نباشین، به خوابا هیچی نمیدن. اصرار امیر المؤمنین جافعن لیل جنبک، شب تو به خواب نابود نکن، ولو شده 2 دقیقه 5 دقیقه به اذان صبح رو همون تختت رو تشکت بیشین، بگو خدایا بنده خوبی نبودم، مقصرم، دستم خالیه، خیلی هم خالیه، مولای من خدایا علی. هر شب مثل مادر بچه مرده گریه میکرد، میگفت آه من قلت زاد و بعد سفر. علی ناله میزد، آه میکشید، خدایا توشه آخرتم کم، راه دور چه کنم؟ بگو منم دنبال اون علی هستم، ولی حال ندارم 11 رکعت نماز شب برات بخونم، حال ندارم دستم رو دراز کنم یه 10-20 یارب بگم، یه استغفرالله بگم، ولی انقدر حال دارم بهت بگم بدم، با خوبیات بدی منو جبران، اینو که میتونم بگم. و تقالله ربک، خدا را همیشه ناظر خودت بدون، پا تو کجور نده، داره میبینتت، حرف کج نزن، داره میبینتت، لقمه کج نخور، داره میبینتت، بد رفتار با خودتو، با زن و بچه تو، با مردم نباش، داره میبینتت. این 2 روایت. و اما اوصاف مردم فهمیده، پیغمبر میفرماید 10 ویژگی دارن اونایی که فهمیدن. یه ویژگیشون نزدیک 1 ساعت روز گذشته شنیدی، یحلمو امن جهل علی، در مقابل کارهای جاهلانه افراد، برادر، خانواده، زن و بچه، مردم، با مدارا و نرم خویی و خوشخویی برخورد میکنن و به اصطلاح گفتار درمانی میکنن طرف مقابلو، اگه گوش داد به نفع خود طرف مقابل، گوش هم نداد که آدم یه مدتی دیگه هم ادامه میده، نشد، خدا به پیغمبر میگه رهاشون.